حکمت چی هست؟ چرا لقمان بر بچه خود گفت که امر بالمعروف و نهی عن المنکر بکو و اصبر علی ما اصابه؟ گفت به خاطر ازی برش گفت که وقتی تو امر بالمعروف میکنی، نهی عن المنکر میکنی، حتما بر تو ضرر میرسه. از اقرب و اقاربت وقتی که پیغمبر تولد میشه، ابو لهب کنیز خود در خدمت ازی قرار میده که بر ازی شیر بده. متوجه هستین؟ وقتی که پیغمبر میباشه، اقاربش اینو چی میکنن؟ همکاری میکنن. وقتی که دعوت شروع میکنن، یک دفعه کلگی سرچپه میشن. پس وقتی شما دعوت شروع میکنین، اگر تو قرآن خوانده باشی و اگر تو الفاظ قرآن الله میگه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اگر در قلبت قلف نباشه قرآن با تدبر بخونی، میگه خلاص الله گفته وقتی که تو دعوت شروع میکنی، امر بالمعروف نهی عن المنکر، از پدرت جگرخون نشو که دعوت زد، از مادرت جگرخون نشو که دعوت زد، از مدیر دفترت قار نشو، از اقاربت قار نشو، کلگی سر تو چی میکنه؟ انتقاد میکنه. هر کس تو میگه چی میکنه؟ انتقاد میکنه. باز وقتی که انتقاد میشه، دو قسم دعوتگرا است. یکی دعوتگرای بنی اسرائیل وارست که با سرش لعنت الله می که یک دعوت میکنه میکنه میکنه، باز دیگر روز که شد باز میگه والا آل خب ما دعوت میکنیم باش که مردم ما را چیز نگوین، باز دیگه هر بدعت و هر گناه و هر چیزه باز دیگه می آساس پت پت دیگه کدام میره، والا فلانی یک ختم داریم خویتیات که فلانی رو خبر نکنی، چرا بازو سر ما انتقاد میکنه، خیر است یار خبر نکو. چطور کردین پدرت فوت کرد یا برادرت فوت کرد چی کردین؟ والا صاحب الواش تبدیل کردیم به چیز خرما دیگه. اما تو دیگه چی میکنه؟ اون اما یهود فهمیدی یک روز نهی از منکر میکرد با سبب سبا خودش در منکر شیشتا خودش مجلس منکره به خاطر از اینکه چیز نیست، در حالی که الله میگه که درست است وقتی که تو امر بالمعروف میکنی و نهی از منکر میکنی، مجردی که دعوت شروع کردی زبانها سر تو تیز میشه. تا وقتی که دعوت نمیکنی شیطان میگه یک لبده آدم است، خودش یک نماز خودم صحیح غلط میخونه، کدام تأثیری در جامعه نداره، کدام شخصیت نداره، بر اسلام خدمت نمیکنه، بر دین خدمت نمیکنه، یک شیطانه که چوچگه که اما تو قاق خشکه کمزوره که در پالوتو استاد کرده، او یکان تق تق حق میدیده تو نماز میری باز بر تاستای کرده، میگه نرو نماز نخوان، برو فیلم سیل کن، بازی دیگه رو سیل کنی. و علیکم السلام، این سر باز گمراه شده. اما وقتی که دعوت شروع کردی، باز شیطانای انسانی و جینی دیگه در جان تو باز شروع میکنه. اوه دعوت شروع کرده، باز شیطان دیگه میگه هر روز دمی سر بحر همین چیز خداوار میکنه، قالین خدا، تخت خدا، تو چی کردی تو چی کردی تو چی کردی تو چی کردی، باز که وظایف دادن میره، باز باز میگه جناب علی تو باز یک شیطان قویه، اما تو خوب قوی چی قسم قویه که آله برای ازی دعوت کرده که تو رو ایره هم از نگاه مادی رو شکست بده و هم از نگاه معنوی. معنوی چطور؟ برای ازی دیگه فتواهای دروغ دروغ این آله برای دعوتگر شیطان مفتی رو روان میکنه، باز اون مفت 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 از مفت گرفته شده، خب اون مفتی ها کرد، بازو بر تو دیگه چی بده؟ ای کار با ای پروا نداری، ای پروا نداری، ای حلال است، ای جایز است، ای جایز است. ایناله وقتی که دعوتگر فهمید که لقمان که حکمت زیاد داره، یک اساس دعوت اسلامی نمیست که وامر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک.